بله، در ارتباط مستقیم هستیم با شاهد علوی، روزنامه‌نگار از واشنگتن. آقای علوی، ممنونم که به برنامه ما پیوستید. اونطور که از خیابان‌های تهران و دیگر شهرها در ایران به نظر میرسه، به گوش میرسه، اعتراض داره در واقع گسترده تر میشه و شعارهایی که الان مطرح میشه، مشخصا مثلا الان شعاری که شنیدیم از شهر یزد هست که در واقع میگن رئیس کل قوا استعفا استعفا، و حتی شعارهای تندتری که مشخصا رهبر ایران رو هدف قرار میده، برداشت شما چیه؟ آیا دور تازه‌ای از اعتراض‌ها رو شاهدش هستیم؟ طبیعتاً در واقع اولین برداشت بنده این هست که مردم معترض قبول نکردن صحبت‌هایی رو که دیروز حاجی زاده گفت، ستاد کل نیروهای مسلح در بیانیه‌اش گفت و امروز هم به نحو دیگری سلامی تکرار کرد. این دور تازه از اعتراضات هست و همیشه هم در تمام 40 سال گذشته بهانه‌ای، موردی پیش اومده، فاجعه‌ای رخ داده که موجب شده مردم معترض بشن و بعد عملاً در همون ساعت اول یا روز اول اعتراضات اعتراض متوجه کلیت سیستم بشه. به این ترتیب و شعارها هم عملا نشان دهنده همین هست. دیروز میگفتن سلیمانی قاتل، رهبرش هم جاهله. خب این شعار مشخصا همون تصوری رو که از قهرمان بودن سلیمانی پروپاگاندای رسمی حکومت میخواست ترویج بده زیر سوال میبره، همون تصوری رو که حالا یک رده نظامی اشتباهی کرده ما بیانیه دادیم، بعداً هم عذرخواهی میکنیم. نه، مردم فکر میکنن که بالاترین مقام کشور یعنی رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای مسئوله. برای همین شعارها در دانشگاه امیرکبیر، در دانشگاه شریف، در چهارراه ولیعصر، در کل کالج، در رشت، در بابل، در سیاستپل اصفهان، در سنندج امروز، در همدان دیروز، در همه این شهرهایی که دیشب و دیروز و امروز تظاهراتی بوده، در تهران همین امروز در واقع به مسیر آزادی سر مفتح، شعارها همه شعارهایی هست که به نوعی خیلی رادیکال و ساختار شکنانه است، به تعبیر یک تعبیری، به این معنا که کلیت سیستم رو هدف میگیره، به خاطر اینکه اون مردم احتمالاً میشه تفسیر کرد به این باور رسیدن که مسئله فلان سردار سپاه یا دولت مستقر نیست. اینها درست بخشی از تباهی حاکم هستند، اما در نهایت با کنار زدن یا کنار رفتن یک فرمانده یا یک مدیر اداری یا دولتی مسئله حل نمیشه. من نمیدونم در سوالای شما هست، یعنی مایل بودم به همین صحبتای سلامی بپردازیم، به خاطر اینکه در حد همین حدی که من گوش دادم و نوت برداشته بودم قبلا، مجموعه ای از دروغ‌های متنوعه که احتمالاً اگر مردم باور میکردن تظاهرات همین امروز تمام میشه. اونطور که از صحبت‌های آقای سلامی هم شنیدیم، توضیح داد که حملات موشکی ایران به پایگاه‌های آمریکایی در عراق برای کشتن نیروهای آمریکایی نبوده. این مسئله‌ای که خیلی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و مردم بهش انتقاد دارن، بخشش این بوده که در واقع ایران حمله موشکی کرده به عراق با هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکایی، ولی خب خسارتی نداشته، کشته‌ای نداشته این حملات، که خب میگن که نمیخواستن کسی رو بکشن البته، و ولی خب در ایران در بخشی از مراسم تشییع قاسم سلیمانی و حالا هم این هواپیما بیش از 200 نفر روی هم در ایران در واقع کشته شدن، که حالا چه ایرانی چه غیر ایرانی همه غیر نظامی بودن. فکر میکنید که این اقدامات ایران چه ضربه‌ای بزنه در واقع به تصویر بین المللی ایران و اون تصویری که ایران همیشه میخواد به عنوان ایران قدرتمند و ایران نظامی به نمایش بگذاره؟ طبیعتاً اولین پیامش هم برای داخل هم خارج این خواهد بود که این شعارهایی که داده میشه صرفاً مصرف داخلی داره، برای در واقع راضی کردن اون بخشی از جامعه که به طور سنتی طرفدار جمهوری اسلامی هستند و براشون مسئله وجودی حکومت شیعه در دنیا مسئله اساسیه و بقیه کارکردهای دولت در مرتبه بعدی قرار میگیره و اهمیت ثانوی داره. برای اونها این تصور میشکنه، برای از در دنیا مشخص میشه اون بخشی هم که احتمالاً اعتماد داشتن که اگر پولهایی در این سالها به جای اینکه صرف توسعه زیربنایی و در واقع
بهبود زیرساخت‌ها و زندگی مردم بشه صرف هزینه‌های نظامی شده، حتی امون هم به درستی هزینه نشده. یعنی کشورهایی در دنیا هستن که بیشتر بودجهشون رو صرف مسائل نظامی میکنن، اما در حوزه نظامی حداقل دستاوردهایی دارن و بعد به اون مینادن، هرچند به لحاظ انسانی فاقد ارزش هست به نظر بنده. اما ایران در همین حوزه هم موفق نبود. در همین ساعت اسلامی گفته شد که دو تا از موشک‌ها در ایران سقوط کردن به دلایل طبیعی. خب این حرف هم یه خورده خنده‌دار هست، هم بی‌معنا، به خاطر اینکه موشک طراحی شده که از نقطه الف به نقطه ب بره و هدف مشخصی رو بزنه. اگر این موشک در میانه راه در سرزمین خودت فرود میاد به زمین میخوره، این به معنای این هست که در طراحی همون موشک هم ناموفق بودی که میلیاردها دلار پول خرجش کردی. و البته بعد هم در مقابل سیستم راداری و پدافندی و دفاعیش هم به همین ترتیب. سلامی مدعی شده که این همکار ما در نهایت آمادگی بوده به قول ایشون، برادر ایشون، اما و عملا سیستم قطع شده، متوجه نشده که در واقع خبر آمدن موشک‌های کروز کنسل شده. خب این چه اوج آمادگی هست که یک نیروی نظامی به قول خودشون آموزش دیده در کمال در اوج آمادگی نمیتونه با سیستم حتی درستی بگیره و یک هواپیمای پهن پیکر مسافربری رو که داره اوج میگیره معادل یک موشک کروز میگه که قرار فرود بیاد. این سیستم راداری پیشرفته کجای این در واقع داستان قرار میگیره؟ به این ترتیب بله، در بچه بین المللی و در بین المللی شما، من میخوام اینو اضافه بکنم که قبلا هم قطعا طرف های معارض ایران میدونستن اونها مثل ما نیستن، بلکه به اطلاعاتی دسترسی دارن که ما شهروندان عادی دسترسی نداریم. میدونستن که اینها عملا تکنولوژی عقب مونده و ضعیفی هست و نمیتونه حتی در خدمت امنیت نظامی و سربازی و حکومت باشه. در وجه داخلیش هم این به وجود اومد. در همین چند روز پیش ایشون میگن که ما هدفمون کشتن سربازان و سربازان امریکایی و باشون دشمن نبوده، اما در همین چند روز کسانی که به عنوان خبرنگار بازجو شناخته میشن، رسانه‌هایی که رسما دنیاشون رو سپاه میده، اصرار داشتن که بیش از 100 نفر سرباز امریکایی کشته شدن، اما امریکا اینو قایم میکنه، مخفی میکنه. خب الان داره سلامی میگه که نخیر، کسی کشته نشده. به این ترتیب مثل همین داستان سقوط هواپیمای مسافربری هم روزهای اول اینا اصرار داشتن. حاجی زاده دیروز گفت که من از صبح چهارشنبه میدونستم، به مقاماتم اطلاع دادم. سلامی امروز میگه که ما بررسی کردیم، بعد که به این جنبندی رسیدیم سریع موضع گرفتیم و اعلام کردیم. یعنی حتی با همدیگر در تنظیم کردن دروغ‌هاشون هماهنگ نیستن. خب مردم اینها رو می‌بینن طبیعتاً، و اون اگر هم بخشی از مردم طبیعتاً اعتماد داشتن، چون همین الان هم می‌بینیم در شبکه‌های اجتماعی کسانی رو که به عنوان سپاه سایبری شناخته میشن یا واقعا اعتقادی به اون سیستم دارن، می‌نویسن که سلامی هم خودش رو قربانی مردم کرد. سلامی در همین ساعت هم میگه که ما نمیذاریم موی از سر مردم کم بشه. طبیعتاً مردم خواهند پرسید شما که در جنگ با امریکا کسی از اونها نکشتید، اما بیش از 50 نفر در کرمان، 176 نفر در پای مسافربری کشتید. چند مدت پیش، دو ماه پیش در سرگاه تظاهرات شما به عنوان سپاه پاسداران دست کم در محشر حضور داشتید و آماری که وجود داره 147 نفر آدم رو کشتید. اینها جزء مردم نبودن. این پرسش هایی هست که طبیعتاً باعث میشه ما شاهد شعارهایی باشیم که دیروز و امروز و روزهای قبل و روزهای آینده احتمالاً داده خواهد شد. ممنونم از شما شاهد علوی، روزنامه‌نگار از واشنگتن با ما.